بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. گرامی باد یاد و خاطره شهدای دوران جهاد اسلامی مردم افغانستان، شهدای اخیر ملت مظلوم افغانستان که در حملات انتحاری مظلومانه به شهادت رسیدند، شهدای روحانیت که حقیقتاً مظلوم است تا در بین قشر روحانی که یاد خاطره از آنها نمی شود، در حوزه علمی قوم هستیم، شهدای آغاز جهاد مردم افغانستان که در رأس آنها علما بودند که پرچمهای به نام اسلام و در طول عمرش خدمات فراوان کردند، جامعه تاریک و ناسامان افغانستان را جهت دادند، موعظه کردند، علم زدند، اثرات از اونها به یادگار موندند. اما مظلومیت همون اون عزیزان که همانند علامه شهید بزرگوار، آیات عظام، علامه شهید بزرگوار سید محمد سرور واعظ، شیخ محمد امین افشار، ترکستانی بحر و ده ها علمایی که در رأس شهدای افغانستان در آغاز به قدرت رسیدن کمونیست‌ها و شهادت رسیدن و هر کدام مصدر خدمات فراوان دینی کردند. محفل برگزار است به مناسبت تشریف آوری حاج سید خلیل الله انوری، رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، عضو مجمع فرهنگی بقیت الله، عضو شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان، مشاور ارشد شورای امنیت. در این فرصت اجازه می خواهم خیلی فشرده و خلاصه همین 10-15 دقیقه که وقت به من اجازه می دهد، خیلی فشرده به همه این نکات اشاره نمی شود، مختصرا خدمت عزیزان عرض کنم. یک، نادیده گرفتن مبارزات مرحوم سید حسین انوری در عرصه های نظامی، سیاسی و فرهنگی. ایشان حقیقتا در عرصه فرهنگی کارهای مفید و مؤثری را انجام دادند. در دوران جهاد فکر نکنم احزاب در خارج از افغانستان که ایشان در داخل افغانستان 5 نشریات داشت: فریاد اسلام، پیام سنگر، پیام شهدا، پیام عنوان. و در میان احزاب 2 حزب بود، یک حزب از اهل سنت و یک حزب هم از اهل تشیع که ایشان بود. رادیوی صدای کابل در دره سنداخ معارف اسلامی برنامه های سیاسی رو به نشر می‌رسوند. ایشان خیلی زحمت کشید نادیده گرفتن خدمات مرحوم انوری، نادیده گرفتن بخشی از تاریخ جهاد مردم افغانستان. بر من خورده نگیرید، حالا عرض می‌کنم اگر زحمات ایشان در دوران جهاد نبود، ما خیلی از احزاب فراوانی بودن با عرض معذرت. اما اون چی که در برابر روس‌ها، چی در مرکز افغانستان، چی در ولایات مختلف مبارزه کرد و جهاد کرد، یقیناً خدمات و زحماتی که ایشان در جهاد کشید بخشی از تاریخ تشیع افغانستان و در عموم تاریخ جهاد ملت مسلمان افغانستان است. البته من در یک بخشی که
خاطرات جیلیون روزنامه فرانسوی تحت عنوان کابل در زیر ریش روزهاد در اونجا مفصلن در یک کتاب اشاره کردن. مرحوم انوری فرا مذهبی و فرا قومی عمل کرد. عنوان نمونه من فقط اشاره میکنم. یکی از پایگاه های ایشان پایگاه خاتم الانبیا در دره جاجی بود. در دره جاجی نه تنها تشریع که حتی فارسی زبان هم وجود ندارد، ولی ایشان در اونجا جبهه عظیم و بزرگ را تشکیل داد که باعث شکست روس‌ها از اون منطقه شد. خب این میرسانه که ایشان در نقاط مختلف افغانستان غیر از مناطق مرکزی و وصل به کابل در نقاط مختلف بین احزاب مختلف از یک محبوبیت برخوردار می‌دونم فرا قومی و فرا مذهبی عمل نمودن ایشان است. مرحوم آقای انوری در دوران حکومت مجاهدین که اولین نیروی که وارد کابل شد، ایشان عضو شورای صلح بود. متاسفانه جنگ‌های خونینی که در کابل شد، خیلی ایشان در رابطه با صلح و امنیت تلاش کردند. در عضو رهبری دولت اسلامی افغانستان بود. در اجلاس اون و پس از آن در سمت‌های حکومتی از شخصیت‌های توانمند و مؤثر بود. مرحوم آقای انوری تمام فیصله را داشت. در موضعی که به یقین می‌رسید فیصله می‌کرد و خیلی هم شجاعانه و آدم محافظه‌کار نبود و منافق هم نبود. با مخالفش هم حرف دیلش رو میگفت. مرحوم آقای انوری در همایش بزرگ و عظیم و تاریخی پنج حمد از آب 395 که در کابل برگزار شد که ایشان از هیل برگشت و در اونجا در حوزه علمیه خاتم النبی محفل بیش از 10,000 نفر رهبران احزاب جهادی اونجا حضور داشت، ایشان از میان رهبران جهادی و سیاسی افغانستان اولین بار داعش را یک پدیده اسرائیلی خواند. تا موقع خیلی ها سکوت کرده بود و نمیتوانستن بگوید. خب افغانستان را میدانید مصلحت ها را خیلی ها بده. ایشان فیصله دیگر که ایشان داشت در جنگ عربستان و یمن، متاسفانه عده از رهبرانی که ارزشی هم خودشان مقلم داد میکنند در او قضیت و آخر مصلحت اندیشی کردن که باید از کشور عربستان سعودی دفاع شد و افغانستان نیرو بفرستد وارد یک جنگ شود. ایشان به تنهایی بلند میشود و این فیصله را به کرسی میشاند که نه تنها مسلمان، انسان، بشر، آیا نسل کشی درست است و مانع میشود که افغانستان وارد یک جنگ شود و آسیب و مشکلات را ببیند. سید خلیل‌الله انوری رئیس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی نیز مثل پدر همون گونه در تصمیم گیری ها و موضع و فیصله ای که به اون نتیجه میرسد همون گونه عمل میکند. ایشان عضو شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان که دو تن از رهبران شیعه اونجا حضور دارد، همه به گونه در یک موضعی که 10 از رهبر اونجا حضور داشت مصلحت اندیشانه سخن میگفت، ولی ایشان به حساب را شکستان در اونجا موضعی گرفت که امروز خیلی از اون رهبرهایی که اونجا حضور داشتن عذاب وجدان میکشد. مرحوم انوری در ایجاد همسویی میان احزاب جهادی و بالاخص شیعی چه در دوران جهاد و چه پس از آن تلاش‌های فراوان نمود. همونطور که عرض کردم ایشان عضو شورای صلح بود در جنگ‌های خانه‌منصور دهه 70 و همان گونه در قضیه طالبان خیلی ها در ابتدا مصلحت اندیشانه فکر میکردن و خیلی وارد یه عرصه نمیشدن.
ولی ایشان اونچنان قاطع و سره وارد مبارزه شد، گفت ما در کنار مردم ما هستیم و از مردم ما دفاع میکنیم. در دوران مقاومت آنچه که در میان احزاب شیعی با سربلندی و افتخار از او یاد میشود، همون دوران مقاومتی که مرحوم آقای انوری و دفاع از مردم خیش برخواست که باعث انشعاب حزبشان، یک از موضوعات همین بود. آقای انوری خیلی تلاش کرد که احزاب جهادی شیعی حداقل باید همسو باشد و حزب وحدت اسلامی و حزب حرکت اسلامی انشعابات در درونی شد. در درون حزب خودش هم تلاش نمود که دوستان همسو شد بدون هیچ شرطی. جانشین ایشان هم همین گونه بود، همین گونه عمل میکنند. جناب سید خلیل الله انوری و تیم همراهش که بنده عضو همون شورای صبح از طرف مرحوم آقای انوری و بعدش هم ایشان بودن، مذاکرات زیادی صورت گرفت، تفاهم نامه ها شد. حالا برخی افراد، برخی اشخاص، برخی از رهبران، برخی از کسانی که تیکه ها رهبری میکنند، حالا هر گونه حرفی، مصلحت اندیشی یا به گونه سوی تعبیری داشته باشد، اما ایشان در این مورد قدم اساسی برداشت. خب به هر صورت من سخن اخیر رو میخوام از موارد دیگر گذشتم. سخن اخیر که چهارمین مورد عرایزم خواهد بود که با آدمای بزرگوار هموطن و ساکن در قوم است. انتظار می رود که علمای بزرگوار در منافع علیای کشور و مردم افغانستان نقش اساسی را داشته باشد. انتظار می رود که علمای بزرگوار از آرمانهای جهاد اسلامی، مخصوصا شهدای روحانیت و مرزبانان اندیشه های اسلامی پاسداری نماید. در حوزه علمی قوم با اون که علمای زیادی داریم، خدمت کردن، شهید شدن، متاسفانه مظلوم واقع شده، از خیلی چهره های سیاسی ممکن یادآوری به میان بیاد، اما مظلومیت علما همین بس که امروز و فراموشی سپرده شده. از علما انتظار می رود که در قداست زدایی که با کمال تأسف امروز در جامعه ما روز افزون می شود، در این قضیه بی تفاوت نباشد، تا به حدی که امروز به پیغمبر بزرگوار اسلام اهانت صورت می گیرد. نام پیغمبر بزرگوار اسلام باید از جای بعد داشته شود و نام فرد دیگر جاگزین، که این واقعا حد اقل انتظار از علماست که وظیفه شرعیشان را انجام بدهد. که آیا این موضوع، موضوع نادرست مخصوصا در جامعه شیعی و حرام است. متاسفانه امروز در کشور ما کسانی که منافع ملی را ضربه زدن، نباید این گونه شعار داده شود که وحدت ملی و لقبی این چنینی را بدهند. کسانی که به حمایت روسها و کمونیست ها بالاخره مردم ما را، علمای ما را به شهادت رساندن، در رأس حکومت کمونیستی و حامیان روسها در افغانستان بودن، متاسفانه لقب شهید را بدهند. ما در متون دینی ما یک سری معیارها و خطوط قرمز داریم که نباید از اونها عبور کنیم. کلمه شهید و کلمه جهاد، اینها چیزی است که باید از اونها دفاع شود و حراست شود و از اونها حمایت شود. کسانی که جهاد را به انحصار گرفتن، و لقب های عجیب و غریب، لقب ابو جهاد فقط به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که لحظه پشت به دشمن نکرد. اینا وظیفه علماست که باید روشنگری نماید. خوشبختانه در افغانستان علمای شیعه و سنی شورای اخوت اسلامی دارد که ما از او شورای اخوت اسلامی در جهان اسلام و در افغانستان
اثرات و دستاوردهای خوبی و بزرگی داریم و امروز به حمدالله یکی از مسائلی که در افغانستان جلوگیری از تعصبات مذهبی را نموده همین موضوع شورای اخوت اسلامی است. ما در شورای اخوت فیصله ای داریم که ما باید مشترکات را تقویت نماییم و در اختلافات فقهی همدیگر را معذور بداریم. و اینجاست که متاسفانه ما میبینیم یک سری مسائلی که من فقط پیشنهاد میکنم عرایزم و پایان میرسانم. پیشنهاد میکنم متاسفانه عدم حضور علمای بزرگوار باعث تندرویه های برخی از افراد که ما شاهد کشتار زیاد فروانی هستیم. داعش دشمن اسلام است. اسلام تروریست نیست. مسلمان هم تروریست نیست. اسلام طرفدار صلح و امنیت و برادری است. این دشمنان اسلام است که اسلام رو میخواهد خشونت و اون چه بدی هاست برچسب بزند و یک دین خشین و ضد انسانی معرفی کند. نه مسلمان تروریست است و نه اسلام تروریست را میپذیرد. ما در طول تاریخ اگر ملاحظه کنیم در جنگ جهانی اول به این طرف میبینیم صداهای کشتار جمعی مسلمان ها اونها را اختراع نکردند، اما دشمنان اسلام بودند. به هر صورت باید تلاش شود که جلوی بعض از افراد تندرو را بگیرند و نقش علما و حضور علما و تلاش علما در این راستا تأثیر گذار خواهد بود. مثلا حوادث اخیری که در کابل به وجود آمد، عده زیادی از نخبگان جوان، شخصیت ها برای چی؟ عوامل و علت و انگیزه واقعا بررسی شود. مبادا مردم ما هر روز قربانی شود. متاسفانه همین مشکل به بار آمده با همین شعری شاعری بلند آوازه کشور ما عرایزم را خاتمه می دهم. هر میوهی که دست رساندیم چوب شد، ما لایقی بهار نبودیم خوب شد. خیلی واقعا لیاقت شایستگی جهاد اسلامی افغانستان را نداشتن. هر میوهی که دست رساندیم چوب شد، ما لایقی بهار نبودیم خوب شد. این گیردار ما و شما در میان را، چون روز باز کردن پیش از غروب شد. دردا در این میانه درختی که داشتیم قربانی لجوجترین دارکوب شد. و سلام علیکم و رحمت الله برکاته.